سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، به خبر ده خوش آمدید. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده 85% قربانیان مهمات منفجر ناشده جنگی در افغانستان کودکان هستند. این نهاد گفته افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به تسلیحات جنگی است. یونیسف تاکید کرده که با اتحادیه اروپا در افغانستان به کودکان می آموزد که مهمات منفجر ناشده را بشناسد و از آنها دوری کنند. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در آمار گفته بود از ماه جنوری تا سال 2022 تا ماه جون امسال 640 کودک در افغانستان بر اثر انفجار ماین یا مواد انفجاری باقی مانده از جنگ کشته و یا زخمی شدند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، در سفر به ولایت دایکندی با روحانیون و مقامهای محلی این ولایت دیدار کرده و گفته مطالبات آنها را با رهبری حکومت در میان میگذارد. آقای حقانی طی سخنان گفته سنگرهای مجاهدین در دایکندی نماد برادری اسلامی و وحدت اسلامی است و مجاهدین اهل تشیع و تسنن برای یک هدف در کنار هم قرار داشتند. سرپرست وزارت داخله در حال گفته که خواستهای مردم دایکندی را با رهبری حکومت در میان میگذارد که این ولایت یکی از محروم ترین ولایت کشور به شمار می رود. شیر محمد عباس، استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه، می گوید آموزش دختران مشروع و مهم است و وظیفه حکومت است که باید زمینه آموزش را برای همه فراهم سازد. او همچنین گفته حکومت برای دوام نظام کنونی باید به مشکلات مردم رسیدگی کرده، عدالت را در جامعه تامین و قانون اساسی را تدوین نماید. اداره هواشناسی از احتمال وقوع باران‌های شدید همراه با سیلاب در چندین ولایت کشور خبر داده است. این اداره اعلام کرده که ولایات ننگرهار، کنر، لغمان، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. بر اساس اعلام اداره هواشناسی، میزان بارندگی در برخی ولایات از 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده و از مردم خواسته شده در جریان سیلاب از کنار دریاها و محلات آبخیز خود را به جاهای امن برسانند. اداره ملی دوا و غذا سومین دور امتحان رقابت آزاد بست‌های مختلف اداری خود را برگزار کرد. در این آزمون دست کم 750 متقاضی برای 38 بست اشتراک کردند. در این حال شماری از شرکت کنندگان با انتقاد از گراف بلند بیکاری میگویند در امتحانات باید شفافیت مد نظر گرفته شود و در استخدام‌ها شایسته سالاری در اولویت قرار داده شود. آژانس حمل و نقل هوای روسیه اعلام کرده یوگن پریگوژن، رئیس گروه واگنر، از اثر سقوط هواپیما در روسیه با چند نفر دیگر کشته شده است. به گفته این آژانس، هواپیمای حامل پریگوژن در مسیر مسکو سن پترزبورگ سقوط کرده که تمامی سرنشینان آن که شامل 9 نفر به شمول خدمه هواپیما می شود کشته شدند. یک منبع در گروه واگنر با بیان این که وجود جسد فرمانده آنها در لاشه هواپیما تایید نشده، اما گفته که تلفن او در نزدیکی یکی از اجساد پیدا شده است. روسیه اعلام کرده که تحقیقات را در مورد علت سقوط این هواپیما آغاز کرده، اما برخی گزارش های تایید نشده از هدف قرار گرفتن این هواپیما حکایت دارد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به سقوط هواپیمای حامل یوگن پریگوژن در روسیه و کشته شدن وی گفت که دقیقا نمیداند چی رخ داده، ولی تعجب هم نکرده است. و خبر اخیر این که دومین تلاش کره شمالی برای ارسال ماهواره نظامی به فضا با شکست مواجه شد. رسانه دولتی کره شمالی بامداد امروز پنج شنبه اعلام کرده ماهواره این کشور که بامداد امروز به فضا پرتاب شد به دلیل خطا در سیستم انفجار اضطراری حین مرحله سوم پرواز شکست خورد. به دنبال این شکست، پنگیانگ در بیانیه اعلام کرد که سومین تلاش خود را برای پرتاب ماهواره نظامی جاسوسی به فضا را در ماه اکتبر امسال انجام خواهد داد. با این حال وزارت خارجه آمریکا گفته که تلاش کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا نقص قطعنامه های شورای امنیت است، زیرا در این پرتاب ها از فناوری موشک بالستیک استفاده می شود. بیننده های عزیز، این خبری ده بود که تقدیم حضور شما شد. وقت بخیر.